به به سلام، ببین کی اومده، دوست خوب من. چطوری عزیزم؟ امیدوارم حالت خوب باشه. صبحان طباطبایی هستم، مدرس تکنیک های مختلف نقاشی و تو این جلسه آموزشی میخوایم با هم یه منظره خیلی جذاب کار بکنیم با تکنیک پاستل گچی. خیلی باحال تکنیکش، واقعا تکنیک ساده و باحالی داره. و آها، یه نکته فقط بهت بگم، یه نکته خیلی خیلی مهم که داشت یادم میرفت، یادت نره کانال منو سابسکرایب کنی. آیدی اینستاگرام منم صبحان طباطبایی هستش، اگه دوست داشتی میتونی دنبال بکنیم. اما آیدی کانال یوتیوب من آرت صبحان. خیلی ممنون که همراه من هستی. بودو بریم آموزشو شروع کنیم. ممنون و متشکر. خب برای کار کردن منظره که حالا من دارم، من قبل از هر چیزی میام با استفاده از چسب کاغذی اینجوری میکنمش. آخ کنده شد که، یه ذره کوچولو بود، یه ذره بیشتر ما باید بکنیم. اینجوری میکنم، اینجوری میزنیم و ببین یه حاشیه خیلی ریز و سوسکی دور کارم هم میدم. این از این. حالا میام سراغ این قسمت بالا. اینجاش از کاغذی من اینجوری میکنه با من. یه بلایی سر این بچه ها آوردن از که یه تیکه پاره میشه. خلاصه اینجوری ما میچسبونیم و میریم جلو. میایم بغل، حاشیه این ورش هم میچسبونیم. به به، اینم از این. حالا اینم میکنم من و میرسم به قسمت پایین. اینجا هم من میچسبونم. این هم از این. خب آقا جون، حالا ما استارت کارمون رو میزنیم. بعد از اینکه حالا زیر کارم آماده شد، بذار من کوچولو بیارم عقب‌تر، کل کادر رو ما داشته باشیم. آره الان حالا اوکیه. به نسبت من میام چیکار میکنم؟ میام با استفاده از رنگ آبی آسمونی این بخش بالا رو یه دست اینجوری رنگ میزنم. رنگ میزنیم و تا تقریبا اینجا. همین کار رو تو بخش پایین هم انجام میدم، یعنی اینجا ها قشنگ باید چوی رنگ بخوره. رنگ اینجا هم که زدیم، خب حالا میریم تو کار فوت. یه فوت فوت اینا میکنیم، اینجوری میشه. پاسگاهی بعدی که فقط داره یه ذره کرکسی پیش زیاده، یه روزنامه کاغذی چیزی زیر کارتون بندازین که خدای نکرده فوشموش شما ندین. این که بابا این مستطع و طبیعی چی کار کرد، بابا زندگیمون با گچ یکسان شد، خیلی وضع خراب میشه، تو رو قرار مواظب باشید. حالا من میام چیکار میکنم؟ من میام اینجا، مثلا اینجا جای مناسبی یه دونه اینجوری دایره میکشم. این دایره هم حالا تا اینجاها رنگ خردلی و قشنگ میزنم. این از این. البته ببین بچه بازم کاری کنیم، کل اینو ما اینجوری یه دست بزنیم تا اینجا بهتر میشه. اینجوری دوباره یه فوت مجلسی، بعد حالا رنگ نارنجی رو هم برمیدارم. یا اینجا ها رو من اینجوری قشنگ رنگ نارنجی میزنم. یعنی میبینی قسمت وسط رو در واقع من میام رنگ نارنجی میزنم. این خورشیدم حتی یه ذره به نظرم میتونه یه ذره دورش نارنجی تر بشه. حالا میرسیم به سلطان انگشت دست. انگشت دست چرا بهش میام سلطان؟ چون ما میایم اینجوری با دستمون میکشیم روش، اینا با هم رنگامون ترکیب میشه. ببین چقدر زیبا و چقدر تمیز، چقدر خارق العاده.
اینجوری با هم ترکیب شدن و همان ما از همراهان شما هستیم. اینو اینجوری میام، اینجاها رو فقط باید حواسم باشه. تا اینجاها حالا یه فوت، حالا یه فوت و دوباره حالا میام قسمت بالاش، همینجوری میکشم. اگه دوستاشی حالا اینجوری ترکیبم نشه، میتونی از یه انگشتتون که تمیزتره استفاده کنی برای این کار. اینجا هم که بینشون یک کوچولو سفیده، من اینجوری میکشم تو هم دیگه. اینجا هم که اینجوری و ببین چه شد. حالا من میام چیکار میکنم؟ میام اینجا با استفاده از رنگ سفید اینجا رو سفید میکنم. بعضی که اینجا رو سفید کردیم، خب نمیم اینجا یه ذره تو مخم حقیقتش چرا اینجوری لک شده نمیدونم. حتی حالا احتمالش هستش که چون دستم کثیف بوده زدم اونجا کثیف شده. حالا به هر حال کار نداریم، من اینجا رو سفید میکنم. اینجا دقیقا زیرشو اینجوری سایه اینو میندازم پایین. شاید الان میگی بابا خدایا این رو چیکار میکنه هستم بابا، همینجوری داره میکشه باز خودش. نه اینجوری هم نیست که همینجوری بکشم برای خودم. من حالا اینجا میام اینجوری یه خط مشکی میکشم. حالا اینجا این مدلی یه ضربان قلب میکشم توشم، اینجوری میام پر میکنم و حالا فوت فوته اینا دوباره همجوری فوتش میکنیم. بازم فوت، بازم فوت. حالا الان این مشکلی که من کشیدم یه روخی همچین گرفت کارمو. حالا من چیکار میکنم؟ من میام این قسمت پایین کارمو که میشه اینجا یه اینجوری میکشم. این از این. اینجا رو هم ما چیکار میکنیم؟ میایم سیاهش میکنیم. میبینی خیلی شیک با کلاس من اینجا رو سیاهش کردم. یه فوت دوباره. حالا یک ثانیه صبوری میکنیم، میبینیم با استفاده از انگشت دست اینجا رو سیاهش میکنیم. این از این. حالا اینجا بچه نگه کنید، اینجا خیلی مهمه، اینجا با احتیاط باید سیاه کنید. چرا؟ چون اگه یک کوچولو بالا پایین بزنم سیاه این پخش میشه و توی این روشنی ها میره به مثل اینجا این گوشه رو میبینی یه ذره پخش شد اینجوری میشه، من وقت دلم میشکنه و ناراحت میشم. حالا به هر حال ما میایم اینجا اینجوری میکشیم. اینجوری میایم بالا. حالا میایم دوباره سمت راست. یه اینجوری میکشیم. دوباره میایم بر سمت چپ. یه اینجوری میکشیم. این هم میایم بالا. تا اینجا. حالا توی این هم همون پر کنیم. بعد کلش رو سیاه کنیم. رنگ مشکی
درستی که حالا رنگ عشقه، ولی تو کار ما دیگه خیلی عشقه. چرا؟ چون اصلا کار ما جلا داره میده، روح داره میده. اینجا رو ما قشنگ باید سیاه کنیم. حالا آمادگیشو دارید که یه فوت مشتی بکنیم؟ یک، دو، سه. این هست فوت مشتی ما. حالا همیان با استفاده از انگشت دست اینجاها رو دوباره تیرگی ها رو یک دست کرده و نقاشی را زیباتر کرده به این حالت، به این شکل. و این از این. حالا من پاستل مشکی ما کجا گذاشتم؟ آهای نهاشش یه جایی گذاشته بودم که خیلی عجیب بود، حالا شما نمی‌بینید ولی چجوری اونجا گذاشته بودم نمیدونم. حالا به هر حال بچه نیا کنی این ریزه هاشو، یعنی حالت شاخ و برگای ریزشو ما باید در قسمت تیز پاستلمون استفاده کنیم. مثلا جایی که اینجا، مثلا اینجا تیزه باید استفاده کنیم. جایی که حالت پهن داره استفاده نکنیم خیلی بهتره. خب حالا ما یه دونه اینجا یه خط صاف هم میکشیم دوباره اینجا به همین شکل. ببین این خط و خطوطو که من میکشم حسنی هم که داره یه مقداری شاید ایراده کار رو هم بپوشونه. حتی این کار رو میتونیم با استفاده از مداد رنگی مشکم انجام بدیم، میتونیم با استفاده از مداد کنته هم انجام شده، خیلی فرق خاصی نمی کنه. حالا این قسمت بالا ما این نقطه نقطه اینجوری دونه دونه اینجوری اینجوری ضربه میزنیم، نقطه نقطه های مشکی به وجود میاریم. این کار باعث میشه که این دونونای برگ های درخت واقعی تر و جذاب تر بشه. میتونید تونتر هم کار کنید، مثلا میتونید اینجوری اینجوری کار کنید حتی، ولی خب من خودم این کار ترجیح هم نیست واسه این که کارم خوشگل تر و جذاب تر بشه میام اینجوری کار میکنم. اینجا میتونیم اینجوری این از این و حالا اینجا هم قشنگ این پر میکنیم. تو چرا نمیبینیدش؟ اینجوری قشنگ پر کنیم به این حالت و به این شکل. همین فرمون ما ادامه میدیم و اینجوری کامل پر میکنیم. ببین کچلی نبخیر داشته باشه، مثلا اینجا یه ذره کچلی داره، من اینجا رو دوستش ندارم حقیقته. اینجا رو میتونیم ما یه ذره اینجوری پر پشتر میشیمون و یه ذره پر ملاتر بزنیم، یه ذره همچین جوندارتر بشه. یه کوچولو بچه این قسمت رو حوصله میخواد، اگه حوصله نداشتیم بذاریدش کنار بعدا روش کار کنیم. پس همین نکن اینجاها رو اینجوری ما با دقت با حوصله شیک و مجلسی میام پر میکنم. میبینی چوال شد خدا کیلا، یکی به من این هدیه بده خیلی خوشحال میشم، یه چیز خیلی خوشگل شیک با کلاس. و حالا ما میتونیم اینجا اینجا دو تا سه تا هفت بنویسیم. اینه اینگاه سه چهار تا پرنده دارن از دور پرواز میکنن. اینم از این. من به نظر باز درختش یه ذره میتونه پرتر بشه، یه ذره باز پرترش بکنم. من همچین دوستش ندارم. اینجا ها میتونه اینجوری بشه. آه بابا جا میتونیم مثلا اینجوری هم حتی بکنید. آه مثلا نکن مثلا به این حالت. و حالا این قسمت پایینش اگه رو مختون بود میتونید اینجوری دست بکشید که مثلا این هم معلوم نشه.
این از این. حالا دوباره بیم سر کار خودمون. من حالا اگه دوست داشتین یک کوچولو طبیعی تر بشه، میتونی یه رنگ نارنجی بردارین یه ذره بغل اینا، یه ذره رنگ نارنجی هم بذارین. یه قضیه کاملا دل بخواد، مثلا من دلم نمیخواد دقیقتش، دوستش ندارم بزنم. اینجا ها رو هم فقط یک کوچولو حواسمون باشه که تیار نزنیم بهش، که من زدم اینجا ها رو حواسم میبود بیشتر، ولی اب ندارم. حالا میام جمعش میکنم مثل بنز. میتونی مثلا نبه کنم اینجوری یه شاخه برمیش. اینجا ها رو سعی کنیم با دقت تر بزنیم. این حالت رنج ها، حالت خطی خطی ها نباشه. این هم از این. اینجا هم توی این بخش هم باز همینطور. و تمام. یه منظره بسیار بسیار جذاب ما داریم. حالا چسب دور شما بکنیم. ای وای خدایا این چسب اومده ما رو اذیت کنه. هرچی میکنیم اینجوری میشه. خب اینجا هم حواسمون هست. اینجوری اینجا هم تو بالا میایم. اینجوری یه فوت. اینا از این. فقط مونده این چسب این ورش لامصب. این چسبه الان خیلی کار سخته که نه خوب به خدا رو شکر، بدون اینکه اتفاق خیلی بدی بیفته بتونستیم چسب رو بکنیم. این هم از این. این شد خروجی کار ما. به 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 به. حالا من همه روبرو هم بهتون نشونش میدم. خب برابکس تموم شد آموزش. آموزش پرباری بود، همچنین بارش زیاد بود. این شد خروجی کار ما. به نظرم خیلی خوشگله، جذاب، انصافا هر جور دارم نگاش میکنم باحال شده. توی چند دقیقه کشیدیمش؟ 10 دقیقه کشیدیمش. حالا اگه دوست داشتی میتونی واسه قاب خیلی خوشگلم بگیری، اگه دوستش بکرد دوستات هدیه بدیش، یا میتونی تو خونتون تو قاب اتاقت هر جایی که دوست داشتی میتونی بذاریش. فقط یادت نره یه اسپری فیکساتیو قبلش بزنی. اسپری فیکساتیو چیه؟ اسپری فیکساتیو یه اسپریه مثل تافت مو میمونه، یعنی همون اسپری چسب مو میمونه. میزنی و کارت فیکس میشه، دیگه تکون نمیخوره، دست روش میکشی دیگه گچی نمیشی. ولی به اندازه بزنی ها. حالا توی آموزش بعدی حتما بهت این کارم یاد میدم. مرسی که توی این آموزش همراه من بودی. تا آموزش های بعدی خدا نگهدار.